هی کفار رو مسهل نزن، نگو اونا که کافرن، اونا که فاسقن، اونا که فاجرن. سنیا دشمن امیر المومنینن بعضیاشون، اوناییم که اظهار علاقه به امیر المومنین میکنن سراغ دشمنان امیر المومنین رفته، قائل به امامت اونهاین. اول میگن ابوبکر، بعد میگن عمر، بعد میگن عثمان، به عنوان خلیفه چهارم اومدن سراغ امیر المومنین. این به درد میخوره، اما خدا دنیاشون آباد میکنه، چون اینا هیچ عملی ازشون پذیرفته نیست. این تو متن آیات و روایات محکم و معتبر آمده، شکی درش نیست. کوه عبادت به درگاه خدا بیارن، فرمود اگر عمل 72 پیغمبر تو نامه عملشون باشه خدا نمیپذیرد. کجای عمو عمل 72 پیغمبر؟ دینداری، عبادت و بندگی ملاک دارد، قانون دارد، شرط دارد. شرطش پذیرش ولایت ولی زمان است. یعنی تو تا امام حسن عسکری رو قبول کرده باشی، ولایت امام زمان رو نپذیری، مردودی، بیچاره ای. لذا در این آیه خدا می فرماید ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. و امام صادق می فرماید خیرات ولایت ما اهل بیته، و در رأس ولایت همه اهل بیت ولایت ولی زمان برای اهل هر زمانی است. این خیلی نکته مهمی ها، اینو داشته باش. برای مردمی که در عصر امیرالمؤمنین زندگی میکردن ولایت امیرالمؤمنین خیلی مهم بود، برای مردمی که در عصر امام حسین زندگی میکردن ولایت امام حسین خیلی مطرح بود، برای ما که در دوران غیبت امام زمان قرار گرفته ایم از دید خدا و دید رسول خدا و ائمه اطهار ولایت حجت ابن الحسن مهمه. رو این باید کار کنی، باید امام زمانی باشی. اصلا گیرم که اکثر امام زمانی ها بد باشن، خوبه؟ خب وظیفت اینه، نمیشه بگی آقا چون سنی ها نماز میخونن من دیگه نماز نمیخونم. میشه همچه حرفی زد؟ چون دشمنان امیر المومنین ما رمزون روزه میگیرن، من اصلا برای اینکه با اونا مخالفت کرده باشم روزه نمیگیرم. این چه مدل تفکریه؟ اصلا گیرم اون کسی که تو را دعوت به امام زمان میکنه 100 تا عیب داشته باشه، ربطی به اصل مطلب ندارد. تمام انبیا امام زمانی بودند، برو سراغ اونا. پیغمبر امام زمانی بود، امیر المؤمنین امام زمانی بود، رو منبر کوفه، هنوز فرزندش مهدی به دنیا نیومده، از او و از اصحاب او مفصل تعریف کرد، بعد اشاره به سینه مبارک کرد، یک آهی از ته دل کشید و شروع کرد گریه کردن. فرمود آه آه شوقن الی رؤیتهم. نه تنها امام زمان، فرمود چقدر مشتاقم مهدیم و اصحاب و یاوران و شیعانش را ببینم. امیر المؤمنین رو منبر کوفه آرزوی دیدار توی منتظر حجت ابن الحسن رو کرده، یه ارزش نیست. دم افطار، دم سحر، اللهم عجل لولیک الفرج، یادت نره روز دار. انشاءالله دعا کنید تمام مشکلات بشریت امروز، فساد، فحشا، بدحجابی، دزدی، غارت، وهابی، بهائی، یهودی، کشت و کشتار، بیرحمی، غارت، چپاولگری، حج و عمره اینجور و الی آخر، تمامش حل تمام مشاکل یک کلید داره و اونم اللهم عجل لولیک الفرج. خدا دیگه این ذخیره را تا حالا نگه داشت، انشاءالله از این به بعد ارادهش تعلق بگیرد انشاءالله. خدا یا تو برا من قیامت شهادت بده رو منبر سید الشهدا و تو حسینی خادم الحسین سلام الله علیه و محضر مؤمنین. ماه مبارک رمضان است. خدا برا من قیامت شهادت بده راست میگم، خدا برا من شهادت بده راست میگم. صلی الله علیه یا صاحب الزمان، مولای من برا من شهادت بده من راست میگم. خونه قبلی ما در کوچه 37 خیابون چهارمندون بود، قبل از بعد از چهار سجادیه اینجا میشستیم ما. اول کوچه، اول خونه مال یک سید پیرمردی بود که 90 سال از عمر شریفش را در کربلا و نجف و منبر و خونه علما و بیوت، و سید بسیار هم با فضل و ملا بود، هم سوزش قشنگی داشت، هم باطن نورانی و شریفی داشت، مرحوم آقای اسد احمد جبرائیل. ماه رمضان بود، ایشون میرفت بلاد کجا منبر میرفت و منم کجا بودم، حالا مسافرت منبر جای بودم کجا بودم یادم نیست، که بعد از ماه رمضان ما اومدیم قم، ایشون اومد قم 7-8 سال قبل.
ماه رمضان ششم هفتمیه. بعد از ماه رمضان من از خونه اومدم بیرون برم مسجد نماز جماعت، ظهر بود. سر کوچه شوهر خونه اومد بیرون، کمتر روزی میشد ما به این سید پیرمرد برخورد نکنیم. سلام و حال و احوال رو من بغلش کردم و دستشو میبوسیدم، چون ازش چیزا میدونستم، حالا وقت گفتنش نیست، چیزا دیده بودم و ازش میدونستم، خونش میرفتم. سید خیلی فوق العاده بود، عجیب بود خیلی. گفتم آقا چه خبر؟ گفت بعد از ماه رمضان من روز عید فطر با هواپیما رفتم مشهد مقدس حرم آقای امام رضا. تو حرم آقای امام رضا مشرف شدم محضر یکی از اولیای خدا. هرچی گفتم کی، گفت اذن گفتن ندارم. نگفت کی، گفت تو حرم امام رضا محضر یکی از اولیای خدا مشرف شدم. گفتم آقا چه خبر؟ گفت یک خبر خوش بهت بدم. گفتم بگو. گفت بر اثر دعای شیعیان امسال ماه رمضان و شبهای قدر خدای منان هزار سال فرج را جلو انداخت. بخوان دعای فرج، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. مبادا کوتا بیاید، اون وقت ببین یک دعا به امام زمان کردن. خدا رحمت کنه استاد بزرگواری داشتیم، میفرمود خدای منان 14 تا نور شیرین و گوارای خاص خودشا داشت، 14 وجود مقدس عصمت و نور و علم و عظمت و جلال داشت، 13 تاشا رایگان در اختیار بشر قرار داد. هی هم صبر و حوصله و تحمل کرد. از این 14 تا 13 تاشا تا تونستن زدن، له کردند و از بین بردند و شهید کردند. علی شا اونجور، فاطمه زهرا شا اونجور، امام حسن شا اونجور، حسینش که دیگه واویلا، امام سجادش اونجور و تا امام عسکری سلام الله علیه. این یکی دیگه ولعصر عصاره اون 14 تاست. این یکی تا بشریت طالب و راغب و مایل نشود مجانی در اختیار نمیگذاره. بیاید ما رمضان با عملتون، با رفتار و کردارتون جوری آمادگی اعلام کنید محضر وجود مقدسش، یا لااقل دعا کنید. از دعای اون سال هزار سال اومد جلو، حدیث داره ممکنه 20,000 سال طول بکشه دعا، میدونی نه؟ دعا کنید آقا زندگی خیلی تلخ شده، بر مؤمنین بد میگذره، بر امام زمان بد میگذره. خیال نکنید کشت و کشتار در بلاد اسلامی خبرش بر امام زمان آقا خوشش میاد، نه آقا داره میسوزه. سید حلاوی قصیده ساخته، قصیدش در بهار هست، این قصیده در بهار جلد 253 در 53 بهار این تیکه هست، علامه لسی نقل میکنه. سید حلاوی قصیده ساخت، این ور اون ور این قصیده رو میخون. یا ابن الحسن ببین با علی چه کردن، با زهرا چه کردن، با زینب چه کردن، با رقیه چه کردن. ای میگه میاد شیعیان اینجور، مؤمنین اینجور، حوزه ها اینجور، جوان ها اینجور، زن ها اینجور. هی میگه این ور اون ور این قصیده رو میخون. یه روز داشت زمزمه میکرد و از دالان مطهر حرم امام حسین میرفت پایین، دید یه آقای کنارش داره میاد، فرمود سید لا تحرقی قلبی، اینقدر دل منو نسوزون با خوندن این قصیده. لیس الامر به یدی، کار که دست من نیست، الامر به ید الله، کار دست خداست. عوض این که این ور اونور بشینی قصیده را بخوانی و دل منو بسوزونی، برو دعا کن خدا فرجا برسون. حدیث داری مرکزی 100 تا آیه از آیات قرآن را بخوانه دعاش مستجاب است. قرآن میخونی 100 تا آیه که شد اللهم عجل لولیک الفرج. هر مشکلی داری، زنت، ناموست، دخترت، پسرت، مریضی، علیلی، گرفتاری، قرضی، مریض داری، خودت مریضی، کار گرفتاری، مشاکل اجتماعی، هر چی هست یک راه علاج بیشتر دارن که به امام زمان دعا کن. آقا دعا کنه مشکلت حل میشه انشاءالله. ملا قاسم علی رشتی علی الله مقام و شریف ساکن تهران بود، بین دوتا علمای اصفهان اختلاف افتاده بود. اون دو عالمیشون رو قبول داشتن، دعوتش کردن، گفتن بیاید اصفهان میتونی رفع مشکل کن. رفت و دعوای اون دوتا عالم رو حل کرد و عصری بود، راه افتاد رفت تخت فولاد. وقتی که وارد یکی از مقابر تخت فولاد شد، تخت فولاد قبرستان خیلی باروحی است، خیلی با عظمت، که از گورستان هایی که بسیار با روح و ارواح اولیاء الله اونجا جمعن. تخت فولاد اگر رفتی اصفهان حتما سری بزن، از انبیا اونجا مدفون هستن. مرحوم حالوی اصفهانی که سرایدار یک کاروان سرا در اصفهان بود، که از رجال الغیب بود و از یاران حضرت، همون دم در مسجد لنبان اصفهان اونجا مدفونه. عده زیادی از اولیاء الله اونجا جمع. ازا قبرستان یک روحی داره، دم درش که میخواید برید آیت الله شهید شمس آبادی رضوان الله علیه که شهید راه ولایت بود، به دست افراد ضد ولایت اهل بیت مظلومان شهید شد، که الان قبر اون مزار شده دم تخت فولاد. عده دیگری از اولیاء الله اونجا مدفونن.
در تخت فولاد وارد یکی از مقابر اونجا شد. یه مرد یه گوشه نشسته وارد شد و سلام نکرد. اون مرد برگشت گفت مگر قرآن نمی فرماید وارد مکانی شدید سلام کنید؟ دید خیلی بد شد، سلام نکرد. خب وظیفش این بود انسان وارد میشه یه سلام علیکم. تعجب کرد، گفت من متوجه حضور شما نشدم. فرمودن که عذر بدتر از گناه آوردی که متوسل به دروغ شدی برای توجیه سلام نکردن. چه عالم که دروغ نمیگه، فهمید آدم معمولی نیست. خیلی قشنگ محافظ ضمیرش رو ادراک میکنه، میفهمه، میشناستش، میبیندش، میخوندتش. صحبت ها رد و بدل شد. برگشت گفت که آقا من خیلی دلم میخواد علم کیمیا داشته باشم، آرزومه بتونم مس و طلا کنم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ فرمودن علم کیمیا میخوای چه کنی؟ مقسم الارزاق منم، تا من هستم روزید میرسه، نگران رزقت نباش، طلا میخوای چه کنی؟ گفت آقا ذکری به من بدید. حضرت ذکر مرحمر فرمودن. دو تا ذکر حضرت ملا قاسم علی رشتی داد. یکیشو فرمود با خودت ببر به کسی نده، اونم با خودش برد و به کسی نداد. یه دونم فرمود به دوستان و موالیان ما بگو وقت گرفتار شدن در شدائد و گرفتاری ها ما را چنین بخوانند. گفت کاش کاغذ و قلم داشتم می نوشتم. حضرت یه چنته ای داشتن همراهشون، فرمودن تو این چنته من کاغذ قلم هست. کاغذ قلم دستکت برداشت و نوشت. حضرت فرمود بگو بگویند یا محمد صلی الله علیه، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلک. ملا قاسم علی نوشت. تا به ادرکنی رسید خب ملا بود دیگه، توقفی کرد. فرمودن که چرا توقف کرد؟ گفت به نظرم ذکری اشکال ادبی داره. فرمودن چه اشکال ادبی؟ گفت طبق قواعد ادبیات عرب اینجا باید بگم ادرکونی ولا تهلکونی، یعنی همه تون منو کمکم کنید و هلاکم نکنید. چرا بگم ادرکنی؟ یعنی یا صاحب زمان تو فقط منو کمک کن. حضرت فرمود اجدادمون صدا بزن، اما امروز همه کاری خدا منم، همه کارا دست من، من باید بلا رو ازت دفع کنم، من باید مریض تو شفا بدم، من باید گره کار تو باز کنم. این جمله رو فرمودن، یه مرتبه دید از نظرشون نابدید شد. از اصفهان اومد کاشان و قصهش طولانیست، بگذاریم. به کاشان که اومد شب وارد شد منزل یکی از علمای بزرگ کاشان. وقت میخواست بخوابه تو رخت خواب قرار گرفت، اون عالم کاشی گفت فلانی اون روز تو تخت فولاد اگر به ولی عصر اصرار میکردی حضرت کیمیا هم بهت میداد. تعجب کرد و تو از کجا میدونی که من خدمت آقا رسیدم تو تخت فولاد؟ گفت عزیز فاطمه هفته یک شب به منزل ما سر میزنند و از ما تفقدی میکنند. این هفته که تشریف آوردن قصه تو رو گفتن که ملا قاسم علی از ما کیمیا میخوان. یه قضیه دیگه هم یادم اومد که راجب همین حاج مومن مشابه همین میگه تو همون مسجد سردزک شیراز که بودن تو جوانی، یه شخص بود به نام علی خراسانی، بود آدم خیلی وارست و پاکی بود، تو یکی از حجرات مسجد همونجا زندگی میکرد. یه شب ما را صدا زد گفت من شب جمعه آینده از دنیا میرم، شما شب اول شب بیا، شب جمعه بیا، من کاریت دارم. ما شب جمعه رفتیم و دیدیم که نشسته ستوتا، یه مقدار شیر همراهش بود، خودش شیرا رو مقدارش رو میل کرد، یه مقدارش رو داد به ما گفت شما هم بخور. بعد گفت من یکی دو ساعت دیگه از دنیا میرم و شما فقط خواهشم اینه که ما رو دفنم بکن. بعدم سفارش کرد میگفت نترسی یا چیزی، ترس نداشته بود مردن دیگه چیزی. خلاصه نشست و به قبله شروع کرد ذکر گفتن و ذکرهای مختلف میگفت تا نزدیک قبض روحش که شد ذکر لا اله الا الله رو یه صد مرتبه هم تو تکرار کرد و بعد یه مرتبه سلام داد که ظاهرا میدید چیزهایی رو که ما نمیدیدیم. به من میگفت نترس. خلاصه سلام داد و بعدم گرفت خوابید از دنیا رفت. همچین صحنه ای رو هم باز حاج مومن دیده بوده. ما ظرفهای مکانی خاص داریم و ظرفهای زمانی خاص که از یک شرافت خاصی برخوردار است و عمل درون چندین برابر ثواب دارد. مثلا قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب است،
اما از هزار ماه در نزد خدا افضل و برتر است. هزار ماه میدونی چند سال میشه؟ 84 سال میشه. یک شب قدر را احیا کنی و به عبادت به سر ببری برتر از این است که 84 سال شب و روز یک سر عبادت کن. این ظرف زمانی خاصه که به این عمل شما بها میدهد. که ان اهل بیت میخوام بفرمایند شب نیمه شعبان هم یک همچه فضیلتی دارد. لذا انبیا با این که در اوجن، در قداستن، در طهارت و کمال و شرافتن، در برترین مقامات بهش ساکنن، غرق در نعمتهای خدا، اما باز اون نعمتها را کم میبینن، کوچک میبینن در برابر زیارت قبر امام حسین در مثل چنین شبی که از خدا اجازه میگیرن و تمام اون نعمتها و لذتها را رها میکنن. برای یک ساعتم که شده پایین میان روی این زمین خاکی که غرق در ظلمته، اما میرن در اون مرکز نور کسب فیض میکنن، ترفیع مقام و درجه از خدا دریافت میکنن. پس امشب شب عجیبی. لذا آنهایی که امشب رو مشغول دنیا میشوند خیلی غافلن، تا چه رسد به آنهایی که مشغول گناه میشوند، تا چه رسد به آنهایی که به عشق امام زمان معصیت خدا میکنند و میزنند و میرقصند و قنا و ساز و آواز. اونا که دیگه خیلی بدبخت و عقب موندن فکر میکنن امشب شب رقصیدنه که به عشق امام زمان که به دنیا آمده خوشحال باشیم و برقصیم. امشب شب عبادت است، شب توبه است، شب زیارت است، شب اوج گرفتن است. اقلا احتمالشو بدیم که این بلایی که آمده و به جان ما افتاده معلول گناهان ماست. احتمالشو بدیم، هم احتمالم که بدیم جا داره شب و روز توبه کنیم و استغفار کنیم. نوهن دیدی سفارش میکنن فلان دعا را بخوان، فلان توسل را بگیر، فلان زیارت را بخوان. کمتر شنیده شده که کسی سفارش کند آقا بیاید از گناهاتون توبه کنید، بیاید استغفار کنید، بیاید به خدا بگید خدایا غلط کردیم، حرمت امام زمانمان را نگه نداشتیم، به یاد او نبودیم، در ذکر و در فکر او نبودیم، به فرمایشش که فرموده اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلك فرجكم عمل نکردیم، به سخن امام صادق سلام الله علیه که فرمود انتظر الفرج صباحا و مساء عمل نکردیم، به دستور امام صادق که در روزهای جمعه دور هم بنشینید دعای ندبه بخوانید، با صدای بلند گریه کنید، نه تنها گریه کنید بنالید، نه تنها بنالید زجه کنید، صیحه و شیون بکشید در فراق امام زمانتون. خدای چنین نکردی بس تو عذرخواهی میکنیم برای گذشتمون، شاید خدا این بلا را دفع کند، اصلا شاید خدا مولای ما را به فریاد ما برساند. چقدر بدبختی بکشیم، چقدر طعن دشمنان را بشنویم، چقدر ما را و اهل دین را و اهل ولایت را مسخره کنند. او وقتی که بیاید همه این بساط ها جمع می شود. اینو بفهمیم، باور کنیم که ما دل امام زمانمان را به دست نیاورده ایم. از این ظرف زمانی استفاده کنیم، از خدا عذرخواهی کنیم، شاید خدا ما را ببخشد. المؤمن لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال. مؤمن مؤمن نمی شود، درخت ایمان در وجود مؤمن در سرزمین دلش رشد نمی کند و ثمر نمی دهد مگر اینکه سه خصلت در او باشد. سنت من ربه، یک سنت از خدا باید در وجود او باشد تا ایمان در وجود او به کمال برسد. و سنت من نبیه، یک سنت هم در وجود او از پیغمبر خدا باید بیاید و روش کند و
او را به کمال برساند. و سنتون من ولیه، یک سنت هم از ولی خدا اگر در هر مؤمنی بیاید و بنشیند و روش کند در وجود انسان، این آدم میشه یک مؤمن کامل تمام عیار. حالا خیلی سخن حکیمانه است که امام رضا سه تا سنت رو انتخاب کردن، یکی از خدا، یکی از رسول خدا، یکی از ولی خدا و امام زمانت، که اگر اینا رو تو زندگی احیا کنی تو به کمال ایمان دست پیدا میکنی. معلوم میشه اینا شاکلیده، اینا اون صفات کمالیه خاصی است که تأثیر بنیادی و اصولی در بهبود ایمان در وجود انسان دارد. زندگی ما گره خورده، دنیایش با آخرت، آخرتش با دنیا، خدایش با رعایت امور مادی دنیوی و رعایت امور مادی دنیوی گره خورده با دخالت خدا. نمیتونی خدا رو از زندگیت نفی کنی که تو دکتری، تو مهندسی، خدا باید حاکم باشه. یه وقتی یه جراح مغز و اعصابی بود گذری منو سوار کرد، داشتم میامدم تهران، منو سوار کرد، گفتم شغل شما چیه؟ و من دکتر جراح مغز و اعصابم. گفتم چی شد منو سوار کردی؟ مردم که در این روزگار خیلی از آخونده خوششون نمیاد. گفت به دلم افتاد شما رو سوار کنم، از جلو شما که رد شدم دیدم نه، رفت جلو، عقب عقبم اومد، گفت باید برگردم. بعد گفتم شما که میگی جراح مغز و اعصابم، شده تا به حال تو اتاق عمل خدا را وجدان کنی و بیابی؟ گفت بارها. خیلی هم قیافه مذهبی نداشت که بگه حالا چون مذهبی بود برای خوشایند من یه حرفو میزد، نه، گفت بارها شده ما یه مریضی رو جراحی میکنیم یقین داریم مردنیه، اصلا تو خود اتاق عمل دیگه از نظر ما رفتنیست، میره تو کما، یک مرتبه ورق بر میگردد و حالش خوب میشه و بلند میشه مینشینه. ما میفهمیم یه نیروی مافوقی در جسم و جان او اثر کرده. پس خدا را، رسول خدا را، اهل بیت رسول خدا را، مشاهد مشرف را، قبور ائمه اطهار را، حرمهای ائمه را، مجالس منسوب به اهل بیت را نفی نکنید که بیچاره میشید. اصلا همه امید ما به خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خداست. از قدیم الایام 1400 سال پیش تا الان پناه مردم، ملجأ مردم حرمهای ائمه بوده. در یک روایت امام باقر سلام الله علیه می فرمایند اذا غضب الله علی خلقه نحانا عن جوارهم، وقتی خدا بر یک خلقی، بر یک جمعیتی غضب می کند، ما اهل بیت را از آنها دور می کند، بین ما و آنها فاصله می اندازد. سالیان سال ممکنه در یه حرمی باز باشه، من ماهی یه بار برم، وقتی که این در بسته میشه، حالا به هر علتی، تازه از خواب بیدار میشم، عجب نعمتی در اختیار من بود و از من گرفته شد. من کنار قبر حضرت معصومه باشم، ماهی یک بار برم به زیارت او، هفته یک بار، مگر چقدر زحمت دارد که انسان هر روز برود یه سری صورتی به این بانو نشون دهد، عرض سلامی، عرض ادبی، دو رکعت نمازی بخواند. پس گاهی خود ما هم مقصریم که یک نعمتی را از دست می دهیم. اصلا چرا این بلا باید بیاد تو جامعه شیعه؟ اما تو جامعه شیعه باید، چرا باید یک همچه بلایی بیاید که هر روز جمعی را به زمین بزند؟ ما در مقام سرزنش نیستیم، اما آدم در مقام جستجوی علل باید باشد که خودش را اقلا معالجه کند، خدایی نکرده خودش مبتلا نشود، خانوادهش، به اطرافیانش، به اونا تذکر بدهد، حواسشون را جمع کند.
بعدم این که حرف من و امثال من که نیست، که خدا در قرآن فرموده، پیغمبر در سنتش فرموده، اهل بیت در روایات فرمودن که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. نمیخوایم بگیم همه علت این است، اما یکی از علل که هست، بنابراین یکی از سفارشات باید این باشه که ما توبه کنیم، ما استغفار. ای شیعای گرفتارا بدی کار اینه، ما راهو گم کردیم، در خونه او آقایی که باید بریم راستی از دل صداش بزنیم و متوسل به ساعت مقدسش بشیم نمیشیم. به خدا راست میگم شیعاها، والله راست میگم، مردم همه دست به دست هم بدید آقا را صدا بذارید جواب دل میدن. یبنه